رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، روزتون بخیر. سلام، خواهش کنم بفرمایید. دکتر میخواستم خودم بگم، اگرش من دو بار طالبتون زنگ زدم بعد میتونم واسم شده قطع کردم، بعد حالا دیگه امروز قسمت شد که دیگه باری سامتون حرف بزنم خود راجع به خودم. شما از کجا تلفن میکنید؟ من از آمریکا زنگ زدم. چه مدتی از امریکا هستید؟ 6 سال یا 6 سال 7 سال. چند سالتونه؟ 25. چی خوندید؟ چه میکنید؟ دکتر والا من تا دیپلم درس خوندم، بعد شماش کار کرد، مثلا از 13-14 سال این کار میکرد. نه شما قبلش در ایران بودی؟ قبلش در ایران بودم، بله قبلش ایران بودم. بعد 18-19 سالگی چجوری آمدید امریکا؟ ما ترکیه بودیم، از ترکیه آمدیم، نزدیک یه 5 سال هم اونجا بودیم. خب 5 سال ترکیه بودید؟ 5 سال ترکیه بودیم بعد اومدیم آمریکا. بعد خب این لغت رو آمدیم، کیا بودید عزیز؟ من و مادرم و خواهرم. خواهرها؟ خب چند تا خواهر بودید؟ من و مادرم و خواهرم، من دو تا خواهر دارم، یکیشون با ما زندگی نمیکنه، متأهله، ولی خواهر کوچیکم با ما. خب پدر چی؟ طلاق گرفت. در چه سنی شما بودید که پدر و مادر از هم طلاق گرفت؟ شاید فکر کنم 8-9. اون وقت شما و دو تا خواهر با مادر بزرگ شدید؟ خواهر بزرگم ازدواج کرده بود، ولی من هی خورده اوایلش پاسکاری شدم، ولی بعدش دیگه با مادر بود. آخه اگر شما در 8 سالگیتون پدر و مادر جدا شدن، 17 سال قبل خواهر چند سالشون بوده که ازدواج کرده بوده؟ خواهرم بزرگتر منه. چند سال از شما بزرگتره؟ 5 سال. عزیزم وقتی پدر مادر از هم جدا شدن خواهر شما 13 ساله بوده، اون که ازدواج نکرده بوده. خواهرم 15 سالش بود. دکتر من خود سر تاریخ ها ممکنه دقیق نتونم بیارم. آخه اینا برای من مهمه است که وقتی وقتی پدر مادر از هم جدا شدن شما دو تا خواهر و برادر با هم بودید یا خواهر با... نبود؟ نه خواهر بزرگ نبود. اوکی. من خواهر کوچیک‌ترم بودیم. اوکی. خب شما اومدید اینجا، مادر جون در ایران چه می‌کردن؟ بله مادرم اینجا مونا. بله سلام، شما نفت برداشت. بله اوکی. اوکی به من بفرمایید که مادر در ایران از چه طریق زندگی اقتصادیشون رو بعد از جدایی میگذرونده؟ مادر آرشگاه داشتن، یعنی قبلا که با هم بودن داشتن، بعدش دیگه کار میکردن. اوکی. پس بنابراین مادر کار میکردن و یه جوری خرج شما دوتا رو میدادن، حالا قوری هم بودی یا نه. خب حالا آمدید اینجا و مادر اینجا چه میکنه الان تو این 5 سال؟ مادر الان مراقبت میکنه یه خانم محسن. اوکی از بخواهی که خیلی. حالا شما برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ دکتر والا من یه تایمی که ترکیه بودم خیلی مثلا جوونت تو حالت عادی خیلی اوکی بودم، حرف میزدم، میگفتم، میخندیدم. بعد یه دوره شد که من واسه کار رفتم یه شهر دیگه، بعد مثلا به کارم این قضیه واسه همون 13-14 سالگی من رفتم یه شهر دیگه و دیگه اونجا کارم گرفته بود و خوب بود. بعد من قرص اکس استفاده کردم. اصلا بعد اون دنیای روشن من تاریک شد، یعنی کلا دیگه افتادم تو راه مواد و نمیدونم مشروب و کوکائین و همه این چیزا با هم قاطی شد. بعد اصلا یه جوری شد که دیگه اصلا اون روحیه رفت. تو حالت عادی من هیچ خوشحالی ندارم، یا مثلا همش بخوام با دوستی حرف بزنم یا یه کار کنم، بعد یه مشروب بخورم که حالم خوب بشه، وگرنه کلش همش تو خونم. تا الان هم همش کار میکردم، یعنی همش سر کارم، کلی هم تو کارم همیشه موفق بودم و رو پیشرفت بودم. فقط مشکل اینجا بود که خوب پول در میآوردم، خرج کردن اصلا بلد نبودم. یعنی من هیچ وقت سیوینگی نداشتم، مثلا یه میرفتم قمار میکردم بدون که مثلا دید درستی داشته باشه. یعنی کارهای اشتباه، کارهای خیلی اشتباه، پشت هم. بعد هی به خودم قول میدم
میگذره، 4 روز 5 روز میگذره، دوباره انگار مثلا تو چند دقیقه همه چی فراموش میشه، دوباره مثلا میام میبینم او زنم تو جاده خاکی دوباره. خب آخه ببینید عزیز، مثل اینی که آدم بگه من مواظب هستم تشنم نشه، یا مواظب هستم گشتم نشه یا خوابم نبره. ما تا یه حدی این کنترل رو داریم، ولی بعض اوقات از یه جایی که میگذره از دستمون خارج میشه. خب شما بر اساس حرفایی که من میزنید افسردگی رو حتما دارید. شاید با توجه به نوع حرفاتون و اطلاعاتی که میدید زمینه منیک یا شیدایی و سرخوشی هم داشته باشید. یعنی به نظر من یه حرفایی میزنید که بوی دو قطبی رو میده، منیک دیپرشن، و این مقدار تغییرات بیوشیمیاییه. یعنی درست مثل وقتی است که من و شما الان میتونیم با هم حرف بزنیم چون هر دو تا بیداریم، ولی اگر شما یا من خوابمون ببریم که جواب سوال کسی دیگر رو نمیدیم، ولی که خوابیم. و خب این معناش این نیست که بی ادبیم یا بی تربیتیم جواب سوال رو نمیدیم، خوابیم. خب من بر اساس حرفای شما به این نتیجه میرسم که زیربنای مسئله و مشکل شما احتمالاً افسردگی یا دو قطبی، افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی. پس 100% احتیاج به مراجعه به روانپزشک دارید و بعداً کمک از روانشناس بگیرید و احتیاج به دارو دارید اگر این تشخیص درست باشه. بنابراین احتیاج اساسی دارید به دارو درمانی، روان درمانی، تا از درون شما رو درست کنه، یعنی تشنگی شما رو از بین. رفتم دکتر، بعد به من گفتش که شما ADHD دارید، بعدش به من قرص ادرال دادن، اول ریتالین، ببخشید ریتالین بهم دادن که اونو که میخوردم همش مثلا آردی من خورم، آدم خیلی حواس جمع میام، مثلا خیلی نمیدونم بیشتر سطح کنم اینجوریه، مثلا خورم مشکوکم به همه چی، این چرا اینجوری شد نمیدونم. نه اون یه قصه دیگری است که مشکوک. حالت عادیم اوکی معمولا آره. بعد این ویتالینو که میخوردم خیلی بیش از حد میشد، یعنی مثلا اگه یه آدم عادی این قضیه رو بکنم باید داشته باشه، ولی میخوردم اصلا یه فکرهای یعنی عجیب، همه چی عجیب غریب میشد. شما این ویتالین رو در چه سنی بهتون داده؟ 2 سال پیش دقیقا. پس شما در ایران یا در امریکا؟ ایران من رفتم دکتر حقیقتش. آخه معلوم نیست اون تشخیص دقیق و درست بوده عزیز، برای اینکه علائم و نشانه های بایپولار، منیک دیپرشن، افسردگی شیدایی یه مقداری شباهت به مسئله ADHD داره، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. و بعد بر اساس حرفای نه صبر کنید بر اساس حرفای شما ممکنه ADHD هم داشته باشید، ولی من در خصوص افسردگیتون شک ندارم. تازه همیشه عرض من این بوده که دقیق هم نمیدانم که ADHD آیا ریشه افسردگی هست یا افسردگی زمینه ای رو برای اون فراهم کنه. پس اینا بیماری های مرتبط به همن و احتیاج به یه تشخیص کاملی در این زمینه دارید، و این تشخیص به نظر من بیشتر و بهتر از همه حالا که در امریکا هستید از طریق تست تووا انجام میگیره. در کدوم ایالت امریکا هستید؟ رفتم واسه اون تستم، شوی دکتری هم فکرم خودتو معرفی کرده بودیم، رفتم اون گفتش که بله ADHD داره. خب غیر از ADHD چی؟ گرایش های افسردگی و استراب و وسواس؟ نه چیزی دیگهش به من نگفت. یعنی به شما نگفتن که گرایش های افسردگی و وسواس داری؟ نه فقط گفتش که یه سری تست ها دارن، تست کامپیوتریه، بعد بیا یه 40 جلسه اینجا. نه اون که تست نبوده، اون برای کنترل کردن ADHD، یعنی تست ها درست کردن ADHD تون بوده. نه من فقط میخوام ببینید عزیز، ما تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی تشخیصه، یعنی و الا غیر از اون مثل اینکه شما بدونید میخواید کفش بخرید یا پیرن بخرید، بنابراین برای خریدن کفش تو پیرن فروشی یا برعکس نمیرید. من هنوز در مورد تشخیص شک دارم، و به همین جهت هست که اگر شما با اون کسی که تست تووا رو بهتون داده یه تماس تلفنی بگیرید، بگید اون تست رو نگاه کنن چون همیشه هست، و بگید که به نظر شما یا ممکنه من گرایش های افسردگی، استراب، وسواس و یا حتی دو قطبی رو داشته باشم یا نه، چون اون بیش از همه میتونه کمک کنه. البته تست دیگری است که دقیق‌تر و بهتره، ولی اون QEG اون اولین چیزی است که من میخوام عزیز، چون بدون اون یه مقدار گفتگو مشکل میشه. بعدم گفتم شما میتونید هر دو رو داشته باشید،
هم بایپولار باشید هم اون. و من چون دلم میخواد قسمت آنچه که مربوط به مغز و سیستم عصبی شما هست یا بیوسیمی بدن شما هست اون تعادل خودش رو داشته باشه، من یه جوری کسی به تناب نبسته باشم، حالا به من بگه برو، که من حالا اگر یه وزنه 10 کیلو یا 100 کیلو هست باید اونم بکشم. بنابراین اون تشخیصه و دقته رو میخوام، حرفای شما هم اون رو به من نشون میده. حالا اولا اون راه اون کار رو حتما انجام بدید، با یه تلفن تشخیص روشن میشه و بعدش هم یه کسی شما رو ببینه مطمئن بشه. چون اگر فرض کنید ریتالین خوردید یا ادرال خوردید یا اینا جوابگوی ADD هست، ولی برخی از اوقات خود این داروها به افرادی اصلا نمیسازه و باید داروهای دیگه انتخاب کنند یا اصلا از این راه نباید رفت، مخصوصا اگر زمینه برای استراب و حالت شیدایی یا سرخوشی یا افسردگی هم کنار این موضوع هست. حالا چی دیگه میخوای به من بگی یا پرسشت چه هست عزیز؟ دکتر یه لحظه گوشی دستتون هم مادرم خواهش میکنم. روزتون بخیر دکتر. خواهش میکنم بفرمایید. منم همینطور بفرمایید. بله شما دکتر، من قبلا که گوش میکردم آقای محمدی رو فکر میکنم برای همین تست. آقای دکتر محمدی، بله، برای این کار خیلی خیلی خوبه. بله بله من بردم ایشون پیش اون تست رو گرفت، در مورد افسردگی اینا چیزی نگفت، فقط فرمز گفت که خیلی هوش خیلی بالا دقت خیلی پایین اینو گفته. بعد خب الان این بچه الان فکر میکنم یه سال رو میمه که خودش هم خیلی داره کمک میکنه، قبلا اصلا همکاری نمیکنه، الان خیلی کمک میکنه برای این که دکتر مثلا ببینه یا این که به خودش بیشتر متوجه است که چیکار کنه بهتر بشه. نه 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 صبر کنید، نه نه صبر کنید، صبر کنید. بله. اصلا خودش به اینکه به خودش نگاه کنه و کوشش کنه بهتر بشه نمیشه عزیز. مثل اینکه من با نه صبر کنید. صبر کنید. نه نه نه. حالا اون یه قصه دیگری است عزیز. نه شما یه جوری میگید گویی این مشکل رو حل میکنه. مثل اینکه من برگردم بگم چشمم خوب نمیبینه، حالا من دارم دقت میکنم بتونم بخونم بیاینه. خب نمیتونم. فرقی نمیکنه عزیز. نه ببینید تو این گونه موارد ما یه مشکلی داریم که مسئله دست خودمون نیست عزیز. مثل اینکه شما به من بگید من کوشش کنم 3 روز نخوابم، غیر ممکنه، یا 5 روز آب نخورم، 100% من شما میمیریم. نه، موضوع رو اینگونه نگاه نکنید. من اولا همچنان ترجیحم این است که با آقای دکتر محمدی تماس بگیرید و حتما ایشون با مهربونی جوابتون میدن. حرف این است که آیا در تست من، حتی ای تست رو دارید میتونید، حتی اولا ایشون تو سیستم و فایل دارن، ولی اگر به هر دلیل دم دست نباشه میتونید براشون، اگر دارید اون فرم کامپیوتری رو، برایشون بفرستید و ازشون بخواید یک آیا گرایش هایی از اضطراب و افسردگی و وسواس در من هست یا نه، آیا احتمال دو قطبی بودن، چون ایشون تشخیصشون در این زمینه درسته، در من هست یا نه، و بعدم بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید ایشون پیشنهاد کردن که شما بیاید حدود 40 جلسه کار نورو فیدبک رو انجام بدید و شر ADHD رو بکنید. اگر اشتباه نکنم ایشون توصیهشون به شما این بود، درسته؟ اینو فکر کنم به خودش گفت، چون من خب فرق نمی کنه. حالا عرض من اینه، ببینید ما چون دو تا راه که برای بچه‌هایی که یعنی افرادی که اونور 18 سال هستن که بیشتر نداریم، زیر 18 سال ترجیح نورو فیدبک برای اینکه داروها میتونن تاثیرات جنبی و جانبی منفی و سنگینی داشته باشن، اما بعد از 18 یا 20 سالگی دیگه ما نگران اونا نیستیم. نتیجتا بعد از 20 سالگی کاری که باید انجام بشه 2 چیزه، یا نورو فیدبک برای که معالجه کنیم یا دارو مصرف کنیم. خب دارو هم برخی از اوقات یه دارو میسازه یه دارو نمیسازه، دکترش باید اینقدر عوض کنه داروها رو تا داروی مناسب رو پیدا کنه. ولی با دارو حتی اگر من 20 سالم دارو بخورم حالم بهتر نمیشه، کوشش خودم هم هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، برای که این ماجرا جدی تر از ایناست. مثل که آدم بگه من دقت کنم براخره کتاب آلمانی میخونم، من اگر آلمانی بلد نیستم با دقتم کتاب آلمانی رو نخواهم خوند. پس بنابراین اول اون مسئله رو با آقای دکتر محمدی حل کنید، بعدش باید یه تصمیم بگیرید. اگر ایشون فرض گفتن به نظر من ADHDه، میتونید یه نظر دوم هم بپرسید. اگر کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتیه، یه دارو رو باید انتخاب کنید و دارو رو اینقدر عوض کنید که یکیش به شما حالت عادی رو بده و یه ثبات و قراری پیدا کنید، اینقدر پایین و بالا نرید. اما اگر گفتن نه احتمال
منیک دیپریشن یا حتی خود دیپریشن افسردگی هست، خب اون موقع موضوع دارو و روان درمانی اینا همه متفاوته. بنابراین تشخیص قطعی و نهایی رو از ایشون یا با کمک یه روان پزشک یا یه روانشناس دیگری انجام بدید و بعدا بر مبنای اون هر کاری که لازمه بکنید. ولی احتمالا هر کدام از این دوتا، چه ADHD باشه، چه منیک دیپریشن باشه، چه فقط دیپریشن باشه، شما برای یه مدتی احتیاج به دارو دارید که کمکتون کنه و دارو هم باید از آن گونه باشه که مناسب حال شماست و این غالبا با جابجایی و جایگزینی و اینا همه اتفاق میفته. بنابراین این کارو بکنید و بعد ببینید چه میشه. دکتر، در مورد این موضوع دکتر محمدی که من باش تماس میگیرم که مشخص بکنیم اون موضوع ADHD و بقیه چیزهای دیگه که به ما نگفته بوده، ولی توی این نه به شما مطلب گفته بودن، من مطمئنم چون ایشون این توضیح تو اون زمینه میدن، مگر اینکه چیزی نباشه که خب به نظرشون نیومده. من از صحبتهای شما با دیگران گوش کرده بودم، رفتم سراغ آقای محمدی، خودم شخصا پرسش نکرده بودم برای همین شاید. ولی توی پارسال تا حالا دپاکین 500 و تراکوپین توی ایران که رفت پیش یه متخصص، دپاکین 500 و تراکوپین بهش داد، بعد ملاتونین هم برای خواب شبا میخورد، یعنی یه فکرم 7-8 ماه. بعد توی این داروها ریتالین هم بود که ریتالین وقتی احساس کرد سوء ظنش خیلی زیاد میشه دیگه، بعضی خیلی بدجور شد سوء ظنش، اونو قطع کرد. ولی آخه سر خود نباید این کارا رو کرد عزیز. بله، چون دکترش ایران بود، بعد مثلا تا میخواست تماس بگیر و اینا کارش هم یه جوری بود، یه ذره تماس ناجور راحت نبود اینکه با دکتر بتونه صحبت کنه. ولی خب همینجور ما برش دارو رو میگرفتیم، اینجا میپرسیم که آیا هنوز ادامه بده، عوض کنیم، اینا رو من حواسم بود، چک میکردم دارو رو، تو کنم 6-7 ماه 8 ماه اینا همین دپاکین 500 تا کوپین رو خورد، ولی بعد دیگه کم کم داروهاشو قطع کرد، یه مقدار مثلا من آخه سرکار خانم، آخه این راه درست هیچ چیز نیست. ببینید شما درسته. یه ذره این مسائل رو یه جوری میگیرید مثل که ما خودمون میدونیم، مثل که به من بفرمایید من یه 2 ساعت رانندگی کردم بعدم یه 10 دقیقه چشمامو بستم، گفتم یه چیزی نمیشه دیگه، 2 ساعت بی خطر اومدیم. خب میدونید اون دقیقه اول کارمون تموم عزیز. تو این گونه موارد همین جوری نمیشه رفت، و اینکه شک و سوء ظن ایشون بیشتر شده البته میتونه مربوط به چیز دیگری باشه، تازه میشه تغییر دیگری داد، بعد میشه مقدار رو شاید عوض کرد، بعدم میشه داروی یکیشو کم یا زیاد کرد. ولی اینا تشخیص دکتر روان پزشکه که این آگاهی رو داره. این تشخیص من و شمایی که اصلا نمیدونیم و ای بسا این داروها رو برای اولین بار اسمش رو حتی میشنویم، مثلا از اینکه چگونه کار میکنند و چه نقشی دارن بیخبر بیخبریم. علتی که من از این فرصت استفاده میکنم، مثلا کسی حق نداره درباره داروی خودش تصمیم بگیره، و الا معناش این است که کسی که رفته روان پزشک شده و 12 سال 11-12 سال دانشگاه رفته و درس خونده و به هر حال الان اونجا نشسته و ای بسا 20 سالم سابقه کار داره، بو برمیگردیم میگیم من خودم به نظرم این گونه آمد. آخه دنیا یعنی اینقدر 12 سال تحصیلات دانشگاهیشون در دانشکده پزشکی و درسای مربوط بهش هیچی، و من یکی خبر دارم. علت این که من رو در این مورد حساس میکنه و بارها عرض کردم، من اصلا اسم داروامو دقیقا نمیدونم چی عزیز. من رفتم بله دکتر به من گفته بخور میخورم، اهمیت چی داره که چیه، بعدم خودم تصمیم میگیرم به نظرم این با من نمیسازه و اون یکی میسازه، اصلا معنی نداره. خب این بله، تازه کسی نگفته که این حرفا رو نزنید، حتما این حرفا رو بزنید، این گزارش ها رو بدید که دکتر بدونه که چه باید بکنه. الانم من تمام حرفم به پسر شما این است که ما با تشخیص که برخی از اوقات نه تنها نیمی از درمان، تمام درمانه، فقط با تشخیص. خب این تشخیص رو من الان نذارم رویشون، یعنی من الان کاملا مرددم که ADHD هست یا بایپولار یا ای بسا مسائل دیگری است. تو کلام تو اینجا ما با یه دکتری باز از دفتر شما اسمش رو پرسیدیم، دوباره ادامه داد با یه دکتری توی همون بیولی هیلز که همین داروها رو باشه ادامه داد، یعنی هم داروها که ایران بهش داده بودن دکتر تایید کرد همینا رو. بسیار عالی.
بسیار عالی. ادامه داد تا یه مدتی، ولی خب یه مقدار هم راه دور بود، مسائل دیگه ما نتونستیم با این دکتر ادامه بدیم، ولی الان نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم عزیز دل، ببخشید منو، ببخشید منو، ولی من به سلامتی خودم یا فرزندم، اصلا بحث تلفن و راه دور و رادیو و نمیدونم ایران و بورلی هیلز اینا، اصلا برای من چه فرقی داره؟ درست میگه، مسئله سلامتی ولش کنید، چون میخوام اونها رو نمیخوام، واقعا اینو خدمت دوستان عرض کنم، اصلا نمیخوام بشنوم چه ارتباطی داره. من به قول معروف گفته شده دنبال علم برید، حتی اگر تو چین باشه، البته خب چینی ها همه جا آمدن. برحال جا بفرمایید. درسته. خب دکتر بعضی چیزای همکاری دو نفر با هم میخواد، من بعضی خب یه نمیتونستم، خود این بچه هم بعضی خب حالش که بد بود زیاد همکاری نمیکرد، من بعضی جوان نمیتونستم با زور یک کار رو انجام بدم، ولی هر چقدر در توانم بود انجام دادم. حالا دکتر یه موضوعی که هست الان خدا رو دوباره داره همکاری میکنه برای موضوع که دکتر رو ادامه بدیم و اینا، فقط اگر میشه یه چیزی رو من متوجه شدم در مورد اعتماد به نفسش، فکر میکنم بعضی از اتفاقایی که براش میفته کم بوده اعتماد به نفسی که بر خود من نتونستم یه جوری مثلا در مورد این موضوع بهش کمک کنم. اگه میشه یه چند تا جمله شما باشید در مورد این موضوع. نه ببینید عزیز، نه ببینید، باز دو مرتبه دوباره کپسول نباشید. ببینید عزیز لطفا دقت بفرمایید، دو تا موضوع فوق العاده مهم و اساسی، یکی اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، اصلا اگر جنبه مثبت نداشته باشه ما به هیچ جا نمیرسیم، و دوم سلف استیم، حرمت نفسه، که بزرگترین مسئله و مشکل مردم کشورهای پیشرفته جهانه. پس بنابراین وقتی شما درباره سلف کانفیدنس و سلف استیم صحبت کنید، اعتماد به نفس و حرمت نفس، مهمترین اساسی ترین موضوع روانی انسان. جالب و نکته مهمش هم اینه که تو 3 سال اول زندگی شکل و فرم میگیره و در نتیجه فقط از راه درستش میشه تأثیرات بعد و منفی 3 سال اول یا بعد رو به ویژه در جهت حرمت نفس درست کرد، ولی این کار میخواد. حالا اول برم سراغ مطلبی که شما میفرمایید. اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارا رو دارم و میتونم به هدفام برسم. اعتماد نفس همه دارن، یه عده اعتماد نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم، من میتونم دکتر بشم، مهندس بشم، نقاش بشم، پیانیست بشم. یه عده اعتماد نفس منفی دارن، من انگلیسی یاد بگیر نیستم، من مهندس بشو نیستم، من دکتر بشو نیستم. پس بنابراین این مسئله برمیگرده به 14 ماه اول. کار نسبتا ساده ای داره، من هم تو بحثی که راجع به اعتماد به نفس داره توضیح دادم، هم تو سی دی مربوط به راز و رمز موفقیت، برای که اون مسئله پایه و مایه هاش اونجاست. سلف استیم برمیگرده به 14 تا 36 ماهگی و مسئله اصلی و اساسیش اینه که من به اونجا برسم که من خوبم و دوست داشتنی، و در نتیجه در تحلیل نهایی به اونجا برسم که من از دیگران نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. ولی این یه پدیده بسیار پیچیده ایه، این چیزی نیست که من با یکی دو جمله بگم. اتفاقا من بحث اعتماد به نفس و اصلا حرمت نفس رو به دلیل سنگین بودن و حساس بودنش این اواخر درستش کردم تو 12 ساعت. بنابراین یه CD یا USB وجود داره اگه بخواید با فلش کار کنید، که تو 12 ساعت بحث مختصر اعتماد به نفس، ولی بحث کامل سلف استیم و حرمت نفس رو دارم. پسر شما قرار اون رو با دقت نه یک بار دو بار بشنوه، بر مبناش عمل کنه، چون مثل دستور پختن یه غذاست، دستور عمل آدم میگیره، ولی باید کار رو انجام بده، کار سخت و مشکلی هم نیست، مواظب و مراقب باشه از اوتش برمیاد. بنابراین تو اون زمینه باید کار بکنه. اما همه آدم ها اعتماد به نفس و حرمت نفسشون به هم میرسه اگر ADHD داشته باشه، همه آدم ها اعتماد به نفس و حرمت نفسشون به هم میرسه اگر حالت منیک دیپرشن یا انگزایتی و استراب داشته باشه. پس بنابراین این دشمن ها هم دور برند، تنها مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس نیست. بنابراین این مجموعه رو باید با آگاهی باش برخورد کرد، و به همین جهته که قدم اول تشخیص پزشکی است که گفتم از طریق تست توبا میتونید انجام بدید با گفتگو با دکتر محمدی یا با روان پزشک دیگری که گفتید مراجعه کردید. بعدش ماجرای تشخیص رسیدن به اینکه واقعا مسئله من ADHD یا میتونه دو قطبی هم باشه، و بعد داروهاش متفاوته، کار روان درمانی رو هم احتیاج دارم، روی اعتماد به نفس و حرمت نفسم، نه اینکه خودش کوشش کنه، نه اینکه شما توصیه کنید، قرار روش کار بکنه. برای کمطور که عرض کردم من تو 12 ساعت کوشش کردم اساس و پایه‌های این مسئله رو مطرح کنم،
مسئله ساده پیش با افتاده نیست، بزرگترین مسئله و مشکل امریکاست، بزرگترین مسئله مشکل انگلستان و فرانسه است. این مسئله مسئله ایران و ایرانی نیست که فکر کنیم گرفتاری ماست، این گرفتاری همه مردم دنیاست و بدبختی هامون هم از همین جاست. نتیجتا لطفا اینایی که الان خدمتتون عرض کردم رعایت کنید، مطمئنم شرایط و وضعیت بهتری پیدا میکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی دکتر، جمله های طلاییتون رو گوش کردیم و همین که خودش هم کنارم داشت گوش میداد حرفای شما رو. به حال لطفا پشت سر بذارید، من فقط میخوام بهش بگم که اولا شما مادر فوق العاده خوب و مهربونی هستید و فهمیده، پسرتون هم پسر باهوش خوبیه، بنابراین امیدوارم از شر این سیخا و میخایی که تو بدنشه خودش رو خلاص کنه. یعنی مشکلی که داره دو تا میخ تو پاشه که باید اینو در بیاره که بتونه راه بره، دوم آدرس گم کرده که باید آدرس رو پیدا کنه بره. نتیجتا هیچ مسئله و مشکلی سر راهش نیست و مطمئنم که به زودی از عهده همه اینا برمیاد و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.